با سلام دوستان، خوش اومدید به برنامه دیگه ای از کانال ویدیویی ایران گلوبال. من کیانوش توکلی هستم. مهمان امشب ما پیمان عارف. پیمان، خوش اومدید به برنامه ما. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و بینندگان و خوانندگان مختلف. بحث امشب ما در مورد پرونده جاسوسی زهرا لالیجانی هست. ببینید، یه اصطلاحی از زمان انقلاب مشروطه توی دهان به اصطلاح مردم عادی میگن که این آخوندا ساخته و پرداخته انگلیسیان، یعنی ریششونه که بزنی زیرش نوشته Made in England. حالا داستان خانم زهرا لالیجانی، قبل از اینکه خبرگزاری ها این موضوع رو طرح بکنن، البته غیر از آمد نیوز، یعنی بعد از اونی که اونا طرح کردن، در شبکه‌های اجتماعی به طور بسیار وسیع دست به دست شد، تبدیل به خبر شد و حتی صادق لاریجانی هم که ظاهرا تکذیب کرد، مردم بیشتر باور کردن. یعنی تبدیل شد به این که اینها، مردم میگفتن اینها انگلیسی هن و حالا دخترش جاسوس انگلیسه و خود اینها در واقع دخترش رو دستگیر کردن. تو این به اصطلاح خبر در واقع خیلی داغ داغ، شما طی مقاله که من الان جلوی خودم دارم در نکوهش مباحثه معکوس، اگه درست تلفظ کرده باشم، مباحثه، که خود مباحثه هم باز جای بحث داره که توضیح بده که این کلمه از کجاست، مطرح کردی که بدون اینکه در این مقاله نام ببری از آمد نیوز یا از شخص مشخصی، ولی استدلال هایی کردی، گفتی آقا این داستان دروغه و توضیحاتی دادی. حالا میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید که چرا این خبر دروغه یا نادرسته. با از سلام و ادب. ببینید، نخست این که اساسا همونطور که گفتید میبایستی بررسی بکنیم ببینیم که در واقع در چه سطحی داریم با بحث مواجهه پیدا میکنیم. یک سطح در واقع توده های جامعه هست که در این سطح توده های در واقع در اون سطح توده ای جامعه طبیعتاً با اون ذهنیتی که یا اون منطق زیرینی که شما هم اشاره کردید که در واقع این تلقی وجود داره که آخوندها انگلیسی هستند و اینها، خب در واقع یک بستری وجود داره که همچین ادعایی که همچین گزاره‌ای خیلی پذیرفته بشه. ما به این سطح از تحلیل ها میگیم تحلیل های راننده تاکسی ها در واقع، یا تحلیل های اتوبوسی، تحلیل هایی که در اتوبوس و تاکسی و در واقع خبرگزاری های راننده تاکسی ها باهاش سر کار داشته باشه. تحلیل دیگر، سطح تحلیل نخبگان سیاسی هست و اتفاقی که سال 57 افتاد که نخبگان سیاسی به نفع فضا و جبه توده زده کنار رفتند و حذف شدند و در واقع این توده ها بود، اون توده بیشکلی بود که در واقع سرنوشت سیاسی ایران رو رقم می‌زد و جامعه رو و کشور رو به سمتی که دلش می‌خواست می‌برد. ما 40 سال بعد از اشتباه 57 نبایست که در واقع این تجارب رو به فراموشی بسپاریم و دیگر بار سطح تحلیل نخبگان سیاسی ما بیاد در سطح تحلیل توده ها و در واقع مرجعیت خبرگزاری های راننده تاکسی ها در واقع حادث بشه. خب یک کانال زردی ماهاست یا نزدیک یک سالی هست که پیدا شد. این کانال زرد که اسم هم آوردید آمد نیوز، آمده و در واقع من وابستگی هاش رو هم کم و بیش میدونم، ولی آمده فارغ از اون وابستگی هاش که مجال دیگری میطلبه برای بررسی،
آمده با روانشناسی سیاسی جامعه ایران دست گذاشته روی در واقع جایی که توده ها میپسندند، یعنی جاهایی که توده پسند هست و میتواند یا میخواهد آنچنان امواجی از توده ها برانگیزد که نخبگان سیاسی در واقع مرعوب اون توده ها صداشون در نیاد. وظیفه و رسالت روشنفکر اینجا ایستادن هست، نه تن دادن و مرعوب فضای توده زده شدن. ایشون آمده دو تا سند گذاشته، همونطوری که تو فضای توییتر هم خیلی ها آمدن و نوشتن و گفتن اسناد این چنینی رو ظرف 10 دقیقه بسیار هم ناشیانه جعل شده، ظرف 10 دقیقه هر کسی میتونه که در واقع جعل بکنه. سندی که ایشون گذاشته یکیش مهر نداره، یکی امضا نداره، در صورت که سندی که هر کسی که در واقع حداقل مواجهه‌ای با سیستم بوروکراتیک ایران داشته باشه میدونه که سند محرمانه اساسا مهر نمی‌کنه، مهر به عنوان صادر کننده نمی‌کنه. دو، سندی که محرمانه باشه مهر محرمانه روی سند می‌خوره، نه پیوست. گوشه سند نمی‌نویسه محرمانه، بالا و پایین سند میزنه محرمانه یا سری یا فوق سری یا خیلی محرمانه، چهار سطح طبقه بندی اطلاعات. و یک همچین سندی که در مورد در واقع دختر رئیس قوه قضاییه هست هم طبیعتا طبقه بندیش طبقه بندی محرمانه نیست. یکی از دوستان ببینید نامه محرومیت از تحصیلش رو برای من فرستاده بود از دانشگاه آزاد، فکر میکنم دماوند یا رودهن، یک ترم محروم از تحصیلش کرده بودم به خاطر شرکت در تظاهرات مثلا، روی یه همچین نامه محرمانه خورده بود. نامه این که در مورد رئیس قوه قضاییه دختر رئیس قوه قضاییه و اتهام جاسوسی یا تعقیب و مراقبت از یه همچین شخصی هست در طبقه بندی فوق سری حتی قرار میگیره، این مهم نداره. تمام این که پس کردم. نکته بعدی در ناشیگری این نامه، اساساً در نامه‌ای که سوژه اون شخصیتی در این سطح هست یا هر سطح دیگری از ارکان نظام سیاسی است، اسم طرف نمیاد. نه اینکه شما بیاید بنویسی که دختر مقام معظم ریاست قوه قضاییه دامت حفاظت و که پدرش هم فلانیه مادرش هم فلانیه، بعد نامه محرمانه است، یعنی طبقه بندی امنیتی داره، طبقه بندی حفاظتی داره، تا جد و آباد طرف هم آمده و گذاشته. من آمدم بعد نکته دیگر در نهاد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یک نهاد نظامی هست، اسلوب نامنگاری نظامی من آغازاده نبودم، سر بیشتری نبودم و نتیجه در واقع پروازی دیدم. پیمان جان صداد یه مقدار صداد یه مقدار ببین صداد یه مقدار خراب شده. صدا می داری؟ صدای منو داری؟ اسلوب نامه‌نگاری نظامی با عرض به موضوع، یعنی از خود بپرسم این موضوع بالا این نامه من از به موضوع داره بشه این نامه داره اطلاع مجد مجدی دیده نه فضاهای نظامی. نامه‌نگاری نظامی اسلوب خاص خودش رو داره که من یک نامه مربوط به 10 سال پیش که خودم خدمت سربازی کردم در مورد خودم طبیعتاً اجازه انتشارش رو داشتم رو هم به پیوست همون مقاله منتشر کردم تا نشان بدهم که اسلوب نامه‌نگاری نظامی به چه صورتی هست. این در واقع اون چیزیه که خود ظاهر نامه به ما میگه. اجازه بدین پیمان جان یه مقدار صدات خراب شد. آره من برای اینکه تکرار بکنم، دو تا نامه هست، یکی امضا داره امضا نداره، یکی مهر نداره،
و من اضافه میکنم که طبق خبر به اصطلاح آمد نیوز که این از این خبر فقط 6 نفر در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر دارن. من آره من میخواستم بپرسم که بذار یه مقدار آره یه مقدار که آقای ترکلی عزیز بله. این آقا ماه ژانویه هم ادعا کرد. این آقا کیه؟ آقای روح الله زم، درسته؟ پسر زم بله. و این رابطهش، اجازه بدین، این رابطهش با آمد نیوز چیه؟ یعنی آمد نیوز مال ایشونه؟ ایشون در ماه ژانویه در مصاحبه که با مهدی فلاحتی میکنه میگه که من این رو تأسیس کردم و ایشون پول نداشتم. خب با گزارش هممون میدونیم که کانال تلگرام هیچ هزینه ای نداره، یعنی شما هزینه ای برای نگهداری کانال پرداخت نمی کنید که این ادعا مسموع بوده باشه که چون من پول نداشتم و خیلی آدم بدبختی بودم و اینها. هزینه نگهداری سایت هم $10 در سال برای هاست هست که $20 هم مثلا حد اکثر یا 15 یورو مثلا برای دامین شما پرداخت. یکی از کارهایی که این آقا انجام میده، آقایی که پیش از این که آقای زن باشه پسر در واقع زن هست، پسر این آقایون در واقع بیش از این که به صفت شخص خودشون شناخته بشن به صفت فرزند شخص دیگر بودن شناخته میشن، مثل پسر عارف، مثل پسر دیگری و دخترهای دیگری که متاسفانه جمهوری اسلامی زیاد هم پرورنده. این آقا در ماه ژانویه ادعا کرد، یعنی نگاه کرد به دوربین مهدی فلاحتی، به دوربین صدای آمریکا نگاه کرد و شروع کرد گفت که من آمدنیوز رو تأسیس کردم و به شعور مخاطب توهین کرد، گفت من این رو تأسیس کردم و چون پول نداشتم با گزارش کرد. اما آقای سام محمودی سرابی که 3-4 ماهی هست به عنوان سردبیر آمدنیوز خودشون معرفیش کردن، همین چند روز پیش آمده کامنت مفصلی زیر پست فیسبوک من گذاشته که من اون رو هم در واقع منتشر کردم، هست زیر مقاله پاسخ به سردبیر آمدنیوز، اون رو هم به پیوست منتشر کردم. اونجا چه میگوید سام محمودی سرابی به عنوان سردبیر آمدنیوز؟ میگوید که پیمان آره دوست من، همبندی من و ایشون با هم همبندی هم بودیم، من ناراحتم از این که بین تو و روح الله نژاد درگیری وجود دارد که از این درگیری به استفراغ غضب در واقع یا یک همچین تعبیری استفاده میکنه، به در واقع انباشت غضب یاد میکنه، یک همچین عنوانی رو. در تمام 8 ماه گذشته آنچه که در جریان بوده، نه در واقع مجادله بین پیمان عارف و روح الله زن، بلکه مجادله بین پیمان عارف و آمد نیوز بوده. سردبیر محترم سایت آمد نیوز از مجادله پیمان عارف آمد نیوز تعبیر میکنه به مجادله پیمان عارف روح الله زن. یک طرف این داستان مشخصه، یک آدم شناسنامه داره در واقع با هویت مشخص حقیقی و حقوقی به نام پیمان عارف، طرف دیگر توسط سام محمودی سرابی به درستی این همانی می شود، این همان سازی می شود بین آمد نیوز و روح الله زن. و اقرار صریح سام محمودی سرابی رو داریم داله بر این که آمد نیوز همانا روح الله زن و روح الله زن همانا آمد نیوز هست. آره. حالا پرسشی که پیش میاد اینه، آقای پسر محمد علی زن چگونه و به چه دلیلی شما به دوربین صدای آمریکا نگاه میکنید؟ به قول می حسین موسوی با پدیده ای مواجه هستیم که در واقع در بین آقاهاشون رواج داشته، در آقازاده هاشون به ارث رسیده ظاهرا، چگونه شما به دوربین نگاه میکنید، به دوربین ظلم میزنید، با یک همچین پدیده ای مواجه هستیم که ظلم میزنید و دروغ میگید؟
بله ایشون باید پاسخگوی این باشه که آیا وقتی که ماه ژانویه میگوید که من این رو راه انداختم و واگذار کردم داره دروغ میگه، یا سردبیرش که داره میگه آمد روز همانا روح الله زن دقیقا برابر نهاده و این همانی بین روح الله زن و ترادف بین روح الله زن و آمد روز رو آقای زن آقای سام محمودی استفاده کرده، این دروغ میگه یا خودش دروغ میگه؟ خب اجازه بدین ببینید، من الان این نوشته آمد نیوز رو جلوی خودم دارم، نوشته افشای پرونده فوق سری جاسوسی زهرا لاریجانی دختر رئیس قوه قضاییه از سوی آمد نیوز از این منظر حائز اهمیت است که پدر او صادق لاریجانی از سال گذشته بیش از 300 نفر را به اتهام همکاری با آمد نیوز و روح الله زم به عناوین واهی جاسوسی متهم و آنان را در زندانهای طویل المدت انفرادی نگهداری و شکنجه کرد تا علیه خود و دیگران تن به اعتراف اجباری داد. راجع به این خبر که 300 نفر به اتهام ارتباط یا همکاری با آمد نیوز و روح الله زم، این چقدر واقعیت داره؟ والا یه گروهی تو دهه 60 در سپهر سیاسی ایران وجود داشت، الان هم وجود داره، که حقانیت خودش رو در مبنای هزینه هایی که تجریب جوانان ایرانی که پشت دم توپشون میکرد در واقع برای خودش کسب حقانیت میکرد. این آقا همین کار رو میخواد که انجام بده، یعنی بگه که خودش که هزینه پرداخت نکرده، خودش نشسته فرانسه، یه پاش مالزی، یه پاش نمیدونم ترکیه است، هزینه که پرداخت نمیکنه، در داخل کشور تولید هزینه برای دیگران میکنه و اون هزینه ها رو هم میخواد به حساب خودش واریز بکنه، اون هزینه ها رو هم دلیل اعتبار و حقانیت خودش قلمداد بکنه. این بسیار رفتار کثیفیه. اما ایشون در رابطه با آمدین نه 300 نفر، بلکه تا جایی که خودش هم نوشته و ما هم از منابع خبریمون مطلع هستیم، چیزی حول و حوش 15 نفر بازداشت شده. یعنی در رابطه از این 15 نفر دو تا نکته حائز اهمیت هست. تقریبا تمامی بازداشت شدگان مؤنث بودند. تمامی بازداشت شدگان در رابطه با این شخص و در واقع آمد نیوز مؤنث بودند. اول سوال این است که آیا ایشون در داخل کشور با هیچ فرد مذکری ظاهرا علاقه نداره که ارتباطی داشته باشه و ارتباطات کلا با افراد مؤنث و بانوان هست؟ و نکته دوم که بسیار حائز اهمیت هست، بازداشت شدگان حدود دیماه شروع شد این بازداشت ها، در واقع به فراخور فکر میکنم بلوهوش اواخر اسفند ماه از انفرادی در آمدن خیلی هاشون و به بند نسمان زندان اوین منتقل شدن. چهار روز خانوم ها در بند نسمان زندان اوین بودن و دوباره به بند 200، دوباره به انفرادی منتقل میشن، یعنی از بند از انفرادی 209 در میارن بند نسوان پشت بند 350 اوین، یه 4-5 روزی اینها بودن، دوباره تحویل حفاظت اطلاعات قوه قضاییه داده میشن و به بند انفرادی 241 منتقل میشن. در اون چند روزی که اینها میان تو بند عمومی و شروع به سخن گفتن میکنند با هم بندیان، یک اتفاق جالبی افتاد. اون همین بود که آمد نیوز برای کسانی که تا دیروز میگفت به خاطر من بازداشت شدن، من اسکرین شات از کانال خود آمد نیوز هم دارم، شروع کرد به در واقع سمکاشی و لجن پراکنی علیه همین خانوم هایی که تا دیروز در واقع ابزار حقانیت و کسب مشروعیتش بودن
و شروع کرد به متهم کردن اینها به همکاری با وزارت اطلاعات که اینها اساساً عناصر نفوذی بودند و سعی کرد وزارت اطلاعات اینها رو فرستاده بوده. عذرخواهی میکنم بحث اون آمد روز از همه اینها رو به اطلاع سپاه رفت میده که اینها نفوذی های اطلاع سپاه بودند که فرستاده بودند که در واقع روح الله زن رو نفوذ کنند درش و انگار که مسائل بسیار عجیب و غریبی هم بوده باشه. نکته بسیار مهمی اما کیانوش عزیز میخوام بس ناقص نمونه تا سوال بعدی، تمام این خانوم ها توسط وزارت اطلاعات بازم شدن، یعنی مقطع نیمه اول دی این بازداشت وقتی بروش در کانال آمد نیوز تمام این بازداشت هایی توسط وزارت اطلاعات بودن گرفته بود به اطلاع سپاه رفت داره، یعنی بازداشت ها توسط وزارت اطلاعات بود، این خانوم ها دست وزارت اطلاعات بودن، دست وزارت اطلاعات داشتن بازجویی پس میدادن یا مثلا مورد به هر حال قضاها و رفتارهای مرسوم فرم و آزار و اذیت قرار میگرفتن. آقای زن تو کانالش ادعا میکرد که اینا دست اطلاعات سپاه هستن. یک. دو. در پرونده همین خانم زهرا، یعنی در حکایت زهرا لاریجانی که آقای زن در آمدی راه انداخته، شما میبینید که تلاش بر این است که در واقع آدم خوبه داستان وزارت اطلاعات باشه که آدم های خیلی از آقای معین نامی دام میاره به عنوان قائم مقام وزیر اطلاعات که آدم خیلی خوبیه، این هفته با رهبر جمهوری اسلامی صحبت کرده، متقاعدش کرده که اینجا خصوصی باید باش برخورد بشه فلان حساب. و ولی وقتی که قرار بر توضیح آدم بدری داستان میشه، اطلاع سپاه این خانم زهرا لاریجانی رو ادعا میکنه که گرفته و به زودی هم اطلاع سپاه با آیه لاریجانی در واقع معامله خواهد کرد، اهل بزن در واقع زد و بند هست اطلاع سپاه. چه داستانی است که این آقا خودش رو موظف به حمایت از وزارت اطلاعات میدونه؟ یعنی متهمی که یا فرد بازداشتی که دست وزارت اطلاعات هست از خانم هنگامه شهیدی، نمیدونم گلشیفته شهیدی، یاد نمیدونم انواع و اقسام چند نفری که بازداشت شدن، من اسم همه رو به خاطر ندارم، اینها دست وزارت اطلاعات بودن. آقای زن ادعا میکرد، یعنی نسبت میداد این بازداشت ها رو به اطلاع سپاه. نکته اول. نکته دوم، در حکایت زهرا لاریجانی بودبوی داستان وزارت اطلاعات هست، بدبوی داستان اطلاع سپاه هست. من نمیگم اطلاع سپاه خوب است یا بالعکس، میگم که انگیزه این آقا از دروغی به این در واقع وضوح و دروغ آشکاری به این شکل که فرد بازداشتی در اختیار وزارت اطلاعات و به اطلاع سپاه نسبت میده چه چیزی هست؟ آقای پیمان ببینید، این شاید به سن شما قد نده، دستگاه های اطلاعاتی ایران همواره اخباری رو به خارج کشور تحت عنوان مثلا مبارز یا تشکیلات مخفی میدادن. اونا حالا حسابات درگیری های جنایی بود یا اینکه میخواستن اپوزیسیون رو در واقع گمراه کنن، به جون هم بیاندازن، یک سری اطلاعات رو تزریق میکرد. حالا صحبت سر اینه که آیا این داستان زهرا لاریجانی رو این بابا روح الله زن و آمد نیوز ساخته و پرداخته برای اینکه خودشون رو تر بکنن یا کیس درست کنن برای پناهندگی خودشون یا کیسه‌ای بدوزن برای امورات زندگی خودشون، یا اینه، یا اینکه اون اطلاعات تزریق شده و این تزریق این اطلاعات به خاطر دعواهای درونی نظام هست، یعنی جنابندی های دولت هست، در خود دولت، در خود جنای سپاه، اینا با هم به نظر شما برای من بگین که این داستان ساخته و پرداخته است از طرف روح الله زم یا اینکه تزریق شده؟ ببینید، به نظر من
خود این آقا دلش میخواد که وانمود بکنه. شق دوم داستان است که در واقع خودش رو نمادی وابسته به آنچه که میخواد در واقع به من شما تلقین بکنه، به جامعه تلقین بکنه، این است که خودش رو وابسته به بخشی از حاکمیت که دسترسی به رانت اطلاعاتی خاصی داره جلوه بده، و به این طریق در واقع حرف خودش رو به ما، به من و شمای افکار عمومی باورپذیر بکنه. اما من شما رو و مخاطبین گرامی رو ارجاع میدم به یک کار بسیار ساده، اون هم سرچ در گوگل کردن نام خود این آقا هست. وقتی شما نام این آقا رو سرچ میکنید میبینید که الان که سال 2017 هست، من از سال 2011 اگر اشتباه نکنم، از سال 2011-2012 حتی 5-6 ساله، این آقا ادعا میکنه که جمهوری اسلامی میخواد من رو بگیره بکشه، من خیلی آدم مهمی هستم. این ادعا رو وقتی مالزی بوده انجام داد، آقا جمهوری اسلامی دنبال اینه که من رو بگیره بکشه. تابستانه یعنی ماه ژوئن سال 2012 ایشون میاد ترکیه، خرداد 91، سه ماه ترکیه است. به گفته همخونش توی ترکیه در شهر آنکارا در این مقطع که همین الان هم حی و حاضر زنده هست، همخونش ایشون در اون سه ماهی که تو ترکیه بوده و در واقع با اون آقا همخونه بوده، میرفته در واقع بیرون، میگفته به این همخونش، میگفته بیا این شماره فلان رهبر یا فلان فعال جنبش سبز هست در فرانسه، در 88 آمده در فرانسه ساکن شده، به این زنگ بزن بگو روح الله یه هفته است ناپدید شده، احتمال زیاد دزدیدن، میخوام بکشن. که هر چه سریعتر میبایست که اینها هر چه سریعتر من رو بردارن ببرن فرانسه. این حرف خود همکونش هست توی آنکارا که سه ماه با هم زندگی کرده. برای راستی آزمایی به اون همکونه گفتم که شماره تلفن اون آقای فعال برجسته جنبش سبز در فرانسه رو، عضو برجسته و سطح بالای شورای راه سبز امید رو در پاریس به اون موقع تو داده، به من بده ببینم راست میگی یا نه. و وقتی شماره رو آورد دیدم بله شماره اون آقاست. درسته. خب پس این هم فرانسه. آره. اجازه بدید. خب ببین ما یعنی طبق صحبت های شما این آره خواهش میکنم بفرمایید. میاد فرانسه سال 91 با همین در واقع شاموفی بازی ها، میاد فرانسه ظرف سه ماه منو میخوان به دوزنش و نمیدونم بردنش بان از بان ببرنش ایران و اینها. خب به هر حال اون دوستمون هم و سایر دوستانی که تحت عنوان شورای راه سبز امید در پاریس هستن هم آدم های موجه و در واقع آدم های شفیق و با رقت قلبی هستن، با رقت قلبی که دارند در واقع و سرک دیگر سهمیه که وزارت خارجه فرانسه در اون مقطع برای جنبش سبز قائل شده بوده، اون سهمیه ای که حق تعالین واقعی جنبش سبز بوده، هزینه داده های واقعی جنبش سبز بوده، این آقا رو میکشن میبرنش فرانسه. الان 5-6 سال فرانسه است. تو این 5-6 سال هم همین بحث ادامه داره که آی من رو میخوان تو فرانسه بکشن، و میاد جلوی دوربین مهدی فلاحتی میشینه میگه که من رو میخوان بکشن، میره جلوی دوربین تلویزیون سلفی های اهل سنت میشینه، اهل سنت سلفی میشینه میگه آی من رو میخوان بکشن، هر جا که میره میگه من رو میخوان بکشن. من سوالم از شما اینه، عبدالرحمن قاسم‌گو که ترور شد، صادق شرفکندی که ترور شد، شاپور بختیار که ترور شد، اون موقعی که جمهوری اسلامی میکشت 7 سال طول کشید کشتنشون، 7 سال شاپور بختیاری که تو شاپور بختیاری که چهره مؤثر اپوزیسیون جمهوری اسلامی بود
فرانسه میدونست، انگلیسی میدونست، نه مثل این آقا که فارسیش به سختی ممکنه حرف بزنه، هر روز با معتبرترین نشریات بین‌المللی صحبت میکرد و افشا میکرد رژیم رو، جمهوری اسلامی رو افشا میکرد. آیا شاپور بختیار 7-8 سال طول کشید تا بیا مثلا بکشتش؟ یا صادق شرفگنی 7-8 سال طول کشید دفتر تو میکنوز گرفتن گوشت؟ بله ببینید، اولا که آره ببینید، اولا که جمهوری اسلامی تعهد داده به اتحادیه اروپا از سال فکر کنم 1996 بعد از قتل دادگاه میکونوس رسما تعهد داده که دست به هیچ گونه تروری نزنه و نزد. آره حالا ممکنه در ترکیه، پاکستان، افغانستان اونورا بزنه و میزنه، ولی در اروپا نمیزنه. ببینید یه مسئله ای هست، اینا بگذاریم اصلا فرض کنیم آقای رولای زم و اجازه بدید. کسی که حکایت دروغ اینترنت خود شما دارید میگید که آقا درد میکنه اون جمهوری اسلامی متحد شده که تو اروپا رفتار اینترنت نداشته، یک آدمی که 7 ساله 8 ساله داره دروغ میگه به ملت، آیا داستان کسی که دروغ میگه عادت به دروغ گویی داره، دروغ به الگوی رفتاریش تبدیل شده، شما در هر حد دیگری هم که میزنه به آره. ببینید اجازه بدید، ببین من خودم سالها کار مخفی تشکیلاتی اطلاعاتی کردم، حداقل 14 سال هم در زمان شاه هم در جمهوری اسلامی، 8 سال در جمهوری اسلامی. ببینید این من حرفاشو گوش کردم، خب توی با صدای امریکا تمام داستان سازیه، یعنی اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست که یه آدم بتونه اینجوری در خارج کشور بشینه و یک تشکیلات فوق سری که اون اطلاعات رو 6 نفر در ایران دارن و بسیاری آره و بسیاری از این نامنگاری ها اصلا بعیده که صورت بگیره وقتی 6 نفر میدونن و اینا هست. حالا از اینا بگذاریم، ببینید چرا این مردم اینا رو باور میکنن. اینو که ما قبلا هم شنیدیم، این پنج برادر لاریجانی ها که بالاترین مقامات سیاسی قضایی کشور رو دارن، از جمله آقای صادق لاریجانی میگه صاحب 63 حساب شخصیه که تمام این چیزهایی که از خلق الله میگیرن به عنوان و اینها و میگن یه چیزی نزدیک به 50 میلیارد تومان این فقط صادق لاریجانی از طریق این 63 حساب پول داره. آیا این هم نظر شما چیه؟ دروغه یا واقعیه؟ نه دروغ نیست، اما نه به این روایت که این آقا مطرح. آره اساسا از دوره که قوه قضاییه در بعد انقلاب شکل گرفته، یعنی از دوره ای که ما در واقع ریاست هنوز قوه قضاییه نشده، تحت عنوان شورای عالی قضایی به ریاست آیت الله موسوی اردبیلی در دهه 60 باهاش مواجه هستیم، در واقع نطفه نهاد قضا در ایران پس از انقلاب به نادرستی بسته شد متاسفانه. یعنی ایرادهای ساختاری هست. حالا کشته شدن آقای بهشتی در این بین چه نقشی داشت؟ اساساً در واقع اجازه ندادن دولت موقت برای بازسازی نهاد قضا و مرحوم صدر حاسب جوادی، دیگران و دیگرانی که در واقع تلاش کردن برای بازسازی نهاد قضا یا اساساً پروژه اسلامی کردن نهاد قضا، یعنی قانون مجازات به اون سطح ترقی و یک قانون جزای مترقی رو شما بگذاری کنار و بیای بر مبنای در واقع حدود و قصاص بخوای قانون مجازات رو تعیین بکنی و قانون مجازات بر مبنای حدود و قصاص رو در واقع سامان بدهی، همون چیزی که مبنای اعتراض به جبهه ملی ایران در سال 60 و بعد مرتد اعلام کردن جبهه ملی و ملیون و بازداشت گسترده ملیون در اون مقطع شد، از علی خان اردلان تا داریوش فروهر بازداشت شدن.
نهاد قضایی همچین وضعیتی داره، یعنی ایرادها ایرادهای ساختاری هست. اما تا میاییم به بعد از آقای خمینی میرسیم، بعد از آقای خمینی که دستگاه قضایی از شکل شورایی، یعنی شورای عالی قضایی در واقع و ریاست رئیس دیوان عالی کشور و نهاد قضا که موسوی عبدالمرحوم عبدالکریم موسوی اردبیلی بود، آمد تبدیل شد به ریاست به رئیس دستگاه قضایی، به ریاست محمد یزدی، بعد هاشمی شاهبودی و بعد صادق لاریجانی. در تمام این سه دوره این حسابی که در واقع مردم و صیغه های خودشون رو درش میخوابونند در اختیار رئیس قوه قضاییه بوده است. یعنی ببینید، من تو ایران بازداشت میشم، شما تو ایران بازداشت میشید، فیلم مثلا یا هر کشور دیگری، قرار تامین صادر میشود. لزوما قرار تامین قرار بازداشت نیست، ممکنه بالاترین سطح قرار تامین بازداشت، سطح پایینتر اون قرار وسیقه است، سطح پایینتر اون قرار کفالت است. وسیقه هم در دو نوع هست، یا شما وسیقه ملکی تودیع میکنید، یا اگر وسیقه ملکی ندارید به همون نظام میتونید پول نقد ببرید تودیع بکنید. این پول رو میبرید تو یک حسابی تودیع میکنید که در واقع اون فرد آزاد بشه. این مبلغ وسیقه هست، یعنی به طرف بازگردانده میشود. یعنی وقتی که طرف یا تبرئه شد یا محکوم شد و اجرای حکم در موردش صورت گرفت یا به هر شکل دیگری در واقع روند دادرسی به اتمام رسید، این پول به شما بازگردانده می شود. اما در این مقطعی که این پول در اون حساب هست، سودی به اون تعلق می گیرد. این سود از نظر من می بایستی وارد بودجه عمومی کشور بشه. یعنی اگر پولی خوابونده شده، این پول یا میبایستی به وثیقه گذار پرداخت بشه، یعنی حق وثیقه گذار هست، چون وثیقه گذار اصل اون پول رو تعهد کرده و آمده و در واقع پرداخت کرده به رسم ضمانت که شخصی از زندان آزاد بشه. اما ظاهرا نه از دوره صادق لاریجانی، از دوره شیخ محمد یزدی، یعنی از سال 68 در اختیار رئیس قوه بوده، که بعد در دوره محمود هاشمی شاهرودی هم تداوم پیدا کرده، در دوره صادق لاریجانی هم تداوم پیدا کرده. بنابراین باز یه سوالی پیش میاد، این که ببین دروغ گفتن که فقط کذب گفتن نیست، تمام واقعیت را نگفتن هم دروغ گفتن است. اگر شما آمدید و نصف واقع رو توضیح دادید، نیمی از واقعیت رو توضیح دادید، نیم دیگر رو نگفتید که این در واقع حساب و تعلق این سود به رئیس قوه یا در اختیار بودنش، در اختیار بودنش هم به این معنی است که بذاره توی جیبش، موظف است که در طرق مشخصی با نظم و نسق مشخصی خرج بکنه. حالا خرج بکنه یا نمی کنه بحث دیگریه که من هم معتقدم صادق لاریجانی خرج در اون نظاماتی که براش تعیین شده نکرده و میبایستی مؤاخذه بشه. اما نیمه دیگر داستان اینه که این داستان سبقش به دوره شیخ محمد یزدی برمیگرده و سوال باز اینه چرا ایشون اول افشا کننده این داستان هم که ایشون نبوده، بازنشر دهنده افشای این داستان از لیست فراکسیون امید مجلس شروع شد، ایشون آمد این رو دست گرفت بازنشر داد و بعد ادعا کرد که من منتشر کردم، در صورتی که همه ما یک سال هم از دوش نگذشته، همه ما به یاد داریم که در واقع ایشون منتشر کننده نبوده. اما وقتی شروع به بازنشر کرد هم نگفت که لاریجانی در واقع اولین کسی نیست که این کار رو کرده، در جمهوری اسلامی سنت داشته، تاریخ داره. سوال اینه ایشون چرا قبل رو میذاره کنار، یعنی از انتقادات ایشون از یک جایی به بعد شروع میشه، قبل رو میگذاره کنار و میرسیم به شیخ محمد. آره من حرف شما رو تایید میکنم، این خب داستان داره و اصلا ایشون هم نگفتن، همون فراکسیون امید مجلس بود این مسئله ترک کرده.
ولی حالا چه مقامات قبلی هم همین دزدی رو میکردن، خب واقعیتی هست و ایشون در واقع بازنش کرده. آقای پیمان عارف، آره ایران گلوبال خبری میزنید، من بیام این خبر رو بردارم بازنشش بدم و بعد بدون مأخذ، درسته، بدون اینکه بگم آقا خبر مال کیانوش توکلی هست، بگم مال من بوده. بله آیا درسته. من آدم اخلاق‌گرایی هستم؟ آره منفی. آره خواهش میکنم پیمان جان، ما به پایان برنامه رسیدیم. اگر فکر میکنید نکته و یا سخنی هست میتونید کوتاه بیان بکنید. من عرضم این است از هموطنان میخوام که تو مطلب هم نوشتم، نه به کسی که عکس مار براشون میکشه، نه به کسی که عکس مار براشون میکشه، بلکه به کسی که مار رو روی تخت مینویسه اعتماد بکنن. سال 57 یک بار این اشتباه رو کردیم، جذب کوده زده ای که عکس مار رو دید و عکس کسانی که عکس مار می کشیدن رو مورد توجه خودش قرار داد، ما رو به این نقطه رسید. آره. بار دیگر این اشتباه رو نکنیم. واقعا توقع من از نسلی که دیگه نه با رادیوی ترانزیستوری، بلکه نسلی هستیم که از رادیو ترانزیستوری دیدیم، با این رادیو هایی که میپیچوندیم تا مثلا وسط موج و پارازیت و اینها یه رادیو خارج از کشور رو بگیریم، مصاحبه خبر به دست میاد، اون رو دیدیم تا الان که مثلا نسل اصل اینترنت و اطلاعات اینها هست. نسلی که نسل اصل اطلاعات هست واقعا توقع دیگری ازش میده. من در شگفتی هستم واقعا. یعنی این کار در عصر اطلاعات، این شخص در عصر اطلاعات همون کاری رو میکنه که در عصر رادیوهای ترانزیستوری میکردن، همون عکس ما رو میکشه و متاسفانه واکنش جامعه همونیه که همون دوره بوده. این بسیار تاسف داره. با تشکر از شما آقای پیمان عارف، تا برنامه بعدی که البته صدای خورده خراب بود، امیدواریم که در برنامه بعدی میکروفونتون رو درست بکنید که بیشتر. خواهش میکنم.